روزهای دلهوره و نگرانی در هر زمینه چجوری به پایان میرسن؟ به طور مشخص در صحنه نبرد وقتی که دشمن با تمام قوا به دنبال نابود کردن و متلاشی کردن شما باشه، در حالی که تعادل بین شما و دشمن اصلا قابل قیاس نیست، چطوری میشه این معادله رو برهم زد یا به قول معروف چرخوند و دشمن رو از صحنه به در کرد؟ در تاریخ پرفراز و نشیب مقاومت ایران بدون اغراق هزاران نمونه از این صحنه ها وجود داشته که تلاش می‌کنیم در برنامه امشب به برخی نمونه‌های از اونها اشاره بکنیم. همراه هستیم با برادر مجاهد مهرداد سلطانی، میهمان گرامی برنامه، تا نمونه‌هایی رو برامون بگن و به این ترتیب دریچه‌ای و پنجره‌ای رو باز کنن برای شناخت بهتر و بیشتر مجاهدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم از بابت حضورتون در برنامه ایران آزاد. اجازه بدید که بپردازیم به تجارب شما در این مورد که عرض کردم، به خصوص از 6 و 7 مرداد 88 میخوام بشنویم و 19 فروردین 90 در اشرف اول که میدونم شما در تک تک صحنه هاش حضور داشتید. میخوام خواهش کنم که برای ما و بینندگانمون توضیح بدید. با سلام و درود به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و با درود به اشرف نشان‌ها که در این روزها در کشورهای مختلف در واقع کهکشان رو محقق کردن، به خصوص در روزهای گذشته در برلین که واقعا کولاک کردن و یک بار دیگه ثابت کردن که مقاومت ایران صدای مردم ایران در سراسر دنیاست. در رابطه با سوالتون در واقع باید بگم که همونطور که گفتید، دعوا در تاریخچه این مقاومت و مجاهدین روزهای دلهوره و نگرانی زیاد بوده، اگه بشه اسمش رو همین گذاشت. دعوا روزهایی که ابتلاعات بوده به زنگاهای تاریخی و سرفصل‌ها، چرا که ما در واقع با دشمن جنایتکار ضد بشری چنگ در چنگ شدیم که نه تنها خودش از هیچ جنایت و تلاشی برای از بین بردن مخالفین، آزادیخواهان و مبارزین به خصوص مجاهدین به عنوان دشمن اصلیش دریغ نکرده، از شکنجه های قرون وسطایی، اعدام زندانیانی که خودش حکم داده بود بهشون توی دادگاه بیدادگاه های در واقع خودش، ولی علاوه بر اینها در واقع با تاراج دادن مملکت و ذخایرش به استعمارگران جریانات قوی مماشات هم ایجاد کرده که در بزنگاه به نفع رژیم و علیه مقاومت و سازمان وارد میدون بشن و من جمله در این 14 سال پایداری پرشکوه که با جنگ عراق و آمریکا شروع شد در واقع و در زد و بندهای رژیم در رابطه با ما با بمبارانهای مقراتمون شروع شد و بعد هم با تلاشهای بسیار زیاد برای فروپاشی و به تسلیم کشوندن این مقاومت، که البته طی این سالیان شما هم به میزانی تونستین در واقع اخبار و وقایع اونو منتشر و جهانی و بین المللی کنید. من جمله در این رابطه تهاجماتی بوده که مزدوران رژیم و وحوش دست نشاندش توی عراق در واقع به اشرف و لیبرتی داشتن که داستانهای مفصلی داره، ولی با توجه به محدودیت وقت میتونم به ذکر یکی دو تا از این خاطرات در واقع بپردازم. به عنوان مثال به ذکر صحنه ای از حماسه 19 فروردین میتونم بپردازم که یکی از حماسه‌های مجاهدین بود در طی این سالیان. اتفاقا منم می‌خواستم شما از همین حماسه 19 فروردین در واقع، همون که عرض کردم خودتون در صحنه‌اش حضور داشتید، برای بینندگان ما بیشتر توضیح بدین. از ایستادگی رزمندگان مجاهد در اشرف در برابر حمله مزدوران، حمله زرهی، اگه ممکنه مقدار با جزئیات بیشتر برامون بگین. بله، در واقع همونطور که در جریان هستین، اول دولت مزدور مالکی با زمینه سازی های سیاسی مثل داستان نمیدونم زمین های کشاورزی و شکایت های ساختگی به اسم اهالی و غیره، که البته مسخره و خنده‌دار بود چون همین الان هم اون زمین ها دست نیروهای قدس و جولانگاه نیروهای قدس شده در اونجا، ولی طرحی رو ریخته بودن برای تهاجم به اشرف که هدف این طرح در واقع کشتار وسیع و تصرف اشرف و به تسلیم کشوندن مجاهدین بود. و همین خاطر در واقع 13 به در اون سال بود، روز 13 فروردین، که به صورت ناگهانی صبح با
یک سری بی ام پی و زرهی مواجه شدیم که وارد اشرف شدن و پیشروی کردن از مواضع در عراقی ها وارد شدن و به سمت مواضع ما پیشروی کرده بودن که سریع ما همونجا دوا آماده باش داده شد و به مقابله با این نیروها پرداختیم و در واقع به صورت صفی از نیروهای انسانی رفتیم جلوی زرهی ها رو گرفتیم و مانع پیشرویشون در خاک اشرف شدیم که البته خودش داستان مفصلی داره و توی سیما هم بعضا پخش شده، من خودم شاهد بودم صحنه‌ها و حماسه‌هایی که در واقع رزمندگان و مجاهد بعضا جلوی شنی زرهی ها خوابیدن و یا به صورت جمعی خواهران و برادرانی بودن که با تعداد زیاد در واقع این زرهی ها رو هل دادن و به عقب روندن. در واقع این شروع داستان بود، اما توطئه‌ای بود برای کشتار وسیع و تصرف اشرف که پنجشنبه 18 فروردین بود. در واقع ما مواجه شدیم با یک جابجایی نیروی گسترده و به خصوص شب در واقع یک لشکرکشی بسیار بزرگی از نیروهای عراقی به سمت اشرف داشتیم که دیدبانهای ما که بالای بلندی‌ها و خاکریزا بودن در واقع مستمر گزارش می‌دادن که خودروهای خیلی زیادی در ستونهای مثلا 150 60 90 خودرو از جاده بغداد به کرکوک در واقع می اومدن و در فرعی که به قرارگاه اشرف می اومد می پیچیدن و به سمت اشرف می اومدن. همینطور که در واقع می دونین خود قیدان، مزدور قیدان، علی قیدان در واقع فرمانده نیروی زمینی عراق بود، خودش هم با اکیپش اومد در یکی از مقرات مجاور اشرف مستقر شده بود که فرماندهی در واقع این عملیات رو به عهده داشت. اون شب ما دوای چهار یگان بودیم که در کنار ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی اشرف در بالای خیابون صد در واقع مستقر بودیم و شاهد این تحولات و در واقع لشکرکشی مزدوران رژیم بودیم، به صورتی که خب دیدبانهای ما وقتی شب گزارش میدادند، یادش به خیر شهید مهدی عابد، فرمانده مهدی عابد بود که در بالای خاکریز میدون تیر مستقر بود و مستمرا گزارش میداد و همینطور که گفتم مستمر گزارش میداد که تعدادی مثلا 138 خودرو از جاده بغداد کرکوک به سمت اشرف پیچیدن و یا مثلا 60 خودرو اومد. این گزارشات خب شب بود، صدا هم میپیچید توی دشت و همه ما در واقع تو جریان این لشکرکشی قرار داشتیم که نیروهای عراقی میومدن و همه چیز گویای یک عملیات و درگیری بزرگ بود. با توجه به تجربه 6 و 7 مرداد و شناختی که از رژیم و مزدورانش داشتیم، در واقع خب میتونستیم حدس بزنیم که فردا صبح در واقع صحنه چه خواهد بود. ما هم البته در اونجا با توجه به هوای صحرایی عراق و اشرف، دوا شب یه مقدار سرد بود، سوز و سرما بود، ما هم آتیش روشن کرده بودیم و کنار آتیش در مواضعمون مستقر شده بودیم و شاهد این صحنه و تحولاتش بودیم و خب هر کس در درونش در واقع یادآوری میکرد عهد و پیمانهاش رو، مرور خاطرات و مبارزات سالیان و به طور خاص وقایع سالیان اخیر و به همین شکل در واقع آماده می شدیم برای وقایع صبح، چون می دونستیم که صبح زود در واقع در ساعات عملیات حتما چیه، در ساعاتی که مناسب برای عملیات ها معمولا با عملیات گسترده روبرو خواهیم شد. در همین حال و هوا بودیم که صبح دیدیم یک ستون خیلی بزرگی در واقع از خودرو اومدن از سمت در واقع غرب به سمت اشرف و اومدن در ضلع شمال در واقع مستقر شدن. تعداد خیلی زیادی خودرو بود و یک دفعه تغییر جهت 90 درجه دادن. هنوز هوا تاریک بود که خودروها چراغاشون روشن بود و پیچیدن به سمت اشرف و به صورت خطی اومدن به سمت قرارگاه. همزمان با لودر و خودروهای مهندسی به سیاج قرارگاه حمله کردند و سیاج رو از چند جا باز کردند که وحوش عراقی بتونن
در واقع وارد بشن به قرارگاه. یه در اینجا اول خودروهای در واقع خودروهای آپاش بود، یه سری خودروهای هاموی بود، یه سری نیروهای پیاده بودن. روی این خودروهای هاموی تیروار مستقر بود که نفرات پشت این تیروارها بودن. با شلیک‌های هوایی شدید و در واقع پرتاب نارنجک‌های صوتی و ویراج دادن خودروها به صفوف بچه‌های ما حمله کردند و با صفوف جلویی درگیر شدند. صحنه عجیبی بود. خب نیروی تا دندان مسلح در واقع با خودروی زرهی و شلیک و پرتاب نارنجک‌های صوتی که البته نارنجک‌های صوتیش هم ترکش داشت و هر کدومش مجروحین زیادی در واقع به جا می‌ذاشت و با ویراج خودروهای نظامی داخل صفوف رزمندگان مجاهد و تلاش برای زیر گرفتن نفرات تلاش به پیشروی می‌کردند و با صفوف جلو درگیر شده بودند. البته سرعت خیلی کمی داشتن، در واقع سانتیمتر به سانتیمتر باید می‌جنگیدن که جلو می‌اومدن چون بچه‌های ما مقاومت می‌کردند. در این لحظات توی صفوف ما هم در واقع همه ما هم پیمان شدیم، با هم دیگه در واقع صحبت کردیم و نکاتی رو در واقع با هم دیگه بحث کردیم. اولین نکته در واقع این بود که خلاصه تحت تأثیر کثرت خودروها و نیروهای مزدور و اینا نباید قرار بگیریم. اینا دود و دم رژیمه و معمولا به کار میگیره که هدفش ترسوندن و جازدن ما و خلاصه به تسلیم کشوندن ماست. و تصمیم گرفتیم که در این روز یه درس تاریخی به دشمن بدیم. بعد هم یه سری نکات دیگه بود که تصمیم گرفتیم اولا درگیر نشیم، بذاریم دشمن بیاد نزدیک، چون ما در واقع تجهیزاتی نداشتیم. ما هر نفر در همین حدی که توی دستش جا میشد دو تا سه تا سنگ داشت و چند تا هم میخ سپر که در واقع برای خودروها گذاشتن زیر چرخ خودروها بود و پنچر کردن خودروها، چون اونا از خودروها به عنوان سلاح استفاده میکردن در واقع برای زیر گرفتن رزمندگان. هر نفر کل تجهیزاتش این بود. البته یه کلاهای معمولی هم داشتیم که یه مقدار ابر گذاشته بودیم زیرش که ضربات چوب و چماق و اینا که تجربه 6 هفته مرداد بود در واقع ضربش گرفته بشه یه مقدار. این کل تجهیزات ما بود. به همین خاطر در واقع تصمیم گرفتیم که بذاریم اونا کامل نزدیک بشن که توی برد سنگ ما قرار بگیرن، بعد حمله کنیم. و همینطور توای نکته بعدی این که خب وقتی خودروهاشون میاد ما پشت نکنیم به خودروها، رو به خودروها بایستیم که بتونیم در واقع مانور بدیم و خودروها نتونن زیر بگیرن نفراتو. و همینطور هم بحث شد که اون میخای سپری که داشتیم رو پرت نکنیم همینطور توی بیابون، چون چند تا بود تعداد کم بود، بلکه با دست زیر لاستیک ماشینا بذاریم که اونا پنچر بشن در واقع ماشینا. این بحث و فصلی بود که بین ما صورت گرفت و ما در واقع توی صفوف منظمی در واقع ایستادیم و منتظر پیشروی دشمن شدیم تا وقتی که اینا تقریبا رسیدن به فاصله 20-25 متری که دیگه توی برد سنگ ما قرار گرفته بودن. ما کل اون یگانهایی که بودیم که البته فکر می‌کنم تعداد مزدوران به راحتی ده ها برابر ما بود، ولی به هر حال با همون جمعیت ما با فریاد الله اکبر و یه کشیدن بلند ده و پرتاب اولین سنگ ها به سمت اونا هجوم بردیم. در اینجا در واقع من یکی از حماسی ترین صحنه هایی که توی عمر مبارزاتیم دیدم رو در واقع دیدم. البته ما همینطور که میدونیم مجاهدین عملیات های زیادی داشتن، عملیات های موفق و بزرگ. مثلا من یادم میاد توی عملیات آفتاب در واقع ما با تمام قوا که میدویدیم مزدوران دشمن وقتی فرار میکردن بهشون نمیرسیدیم، یعنی آنچنان فرار میکردن از جلوی صفوف ما که در واقع خیلی سخت تونستیم برسیم و چند صد نفر از اونا را اسیر کنیم و یعنی فرار میکردن. یا توی عملیات چلچراغ تانک های چیفتن در مواجهه با نفرات پیاده در واقع عقب جلو کردن و فرار کردن. در واقع این صحنه ها رو دیده بودم.
ولی یک نکته جدیدی که توی این صحنه بود این که ما اینجا هیچ تجهیزاتی نداشتیم. در واقع تنها وسایل ما و تجهیزات ما و اگه بشه گفت سلاح ما چند عدد سنگ و میخای سپر بود که در واقع می‌خواستیم برای خودرو استفاده کنیم. ولی خب دشمن تا دندان مسلح بود واقعا. از تیربارهای بالای خودروها تا سلاح‌های انفرادیشون، بعد همه‌شون کلاه‌خود داشتن، ماسک داشتن، جلیقه ضد گلوله و تجهیزات داشتن و حتی آرنج و زانو و قوزک پاشون که حساسه اینا هم یه حفاظی داشت. در واقع مثلا اگر سنگی هم پرتاب می‌شد اصلا تأثیری روی اینا نداشت، چون جای حساس بدنشون همه پوشونده شده بود. ولی خب وقتی ما یه کشیدیم و حمله کردیم با صحنه عجیبی روبرو شدیم که اینها به شدت ترسیدن و با سرعت زیاد شروع کردن به فرار و فرار کردنی واقعا که خودروهاشون میزدن نفرات خودشون رو زیر میگرفتن. خودروی فرماندهیشون افتاد توی گودالی که سراسیمه در اومدن، در رفتن، سلاح‌ها و تجهیزات و ایناشون توی خودرو جا گذاشتن و البته ما چون سلاح استفاده نمی کردیم و در واقع قرار نبود سلاح استفاده کنیم، خب سلاح‌ها رو گرفتیم ولی استفاده نکردیم در واقع علیه اونا، ولی با همون دویدن و یه کشیدن در واقع اینا رو فراری دادیم. البته در مسیر پیشروی ما تعدادی شهید دادیم، در واقع دو تا از برادرانمون در واقع حنیف کفایی و زهیر زاکری بودن از شهدای قهرمان که حنیف کفایی رزمنده‌ای بود که از سوئد دو تمام زندگی راحت و دو امکاناتش رو گذاشته بود و به ارتش آزادی بخش پیوسته بود و یکی از رزمندگان شجاع و جنگاور ارتش آزادی بخش بود که صحنه‌های زیادی ازش دیده بودم که توی این صحنه‌ها می‌درخشید. و همینطور زهیر هم که فرزند مجاهد کبیر ابراهیم زاکری از فرماندهان ارتش آزادی بخش بود که اونم از سنین خیلی کم در واقع توی ارتش بود و توی تمامی صحنه‌های در واقع جنگ و فعالیت‌های روزانه می‌درخشید. اینها در واقع سبقت گرفتن و با سرعت دنبال دشمن رفتن که هدف گلوله‌های دشمن قرار گرفتن و اولین شهدای ما توی این جبهه شدن. در واقع ما وقتی جسد شهدا رو روبرو شدیم، خب اون جسدا رو به دوشمون گرفتیم و به سمت دشمن حمله کردیم. البته توی پیشروی بعضی از برادرانمون هم مجروح شدن، من جمله مجاهد شهید محمد قیومی، یکی از رزمندگان خب با سابقه تر و بسیار پرشور رزمنده با نشاط، مجاهدی که خب خاطراتش رو همه همرزمانش در واقع همواره به یاد دارن، که البته اون مجروح شد ولی خب در انتقال به مرکز امداد و اینا شهید شد و تعدادی هم مجروح داشت. این دشمن زبون در واقع فرار کرد تا بیش از 1 کیلومتر، در واقع تا بالای میدون تیر تانک. یه میدون تیر تانک داشتیم توی اشرف که اینا تا بعد از اونجا در واقع فرار کردن. اونجا که نیروهای پشتیبانی و نیروهای بزرگتری ازشون وایساده بودن، رسیدن به اونا، در واقع چیه متوقف شدن در اونجا. والا بیان این خاطرات هر کدوم که میگید البته بسیار زیباست، بسیار غرور آفرینه، اما خب وقتمون چون محدوده ناچاریم که یه مقدار کوتاه بکنیم. من میخوام این سوال رو مطرح بکنم با توجه به اینکه شما مطرح کردین که با دست خالی رزمندگان مجاهد و اشرفیا موفق شدن که نیروهای دشمن رو که زرهی هم بودن در صحنه و صحنه‌ای که توصیف کردین عقب برونن. خب منطق معمول، اون چی که آدم به طور معمول از هر کسی میشنوه، انسان‌ها در چنین شرایطی معمولا میگه خب دستمون خالی بود و دیگه صحنه رو ترک میکنن، خلاصش اینه که زورمون نمیرسید دیگه و حرفای از این قبیل. چه عاملی باعث میشه در صحنه واقعی مجاهدین با دست خالی در تعادل قوای بسیار پایین‌تر باز هم بر یک دشمن قهار و قدار پیروز بشن؟ حالا راستش در این زمین عوامل مختلفی تو جریانه که حتما نمیشه به همه اونا اشاره کرد، ولی اگه بخوام به بعضی از مهمتریناش اشاره کنم، در واقع علت اصلی خب حقانیت این مبارزه است، در واقع علت مبناییشه که خب این رژیم ضد بشر یه نیروییه که از قرون و اعصار گذشته سر برآورده با خصیصهای ضد بشری، دجالگرانه،
و سرنوشتی به جز سرنگونی نداره. ولی راستش همونطور که گفتین، وقتی مبارزه سخت میشه، به خصوص با چنین دشمن جنایتکاری، خب بهانه‌ها و ترفندهای مختلفی میاد و کسایی که حاضر به دادن قیمت نیستن حتما صحنه رو خالی میکنن. تازه حتی مواقعی بوده که نیروهایی که زیاد دستشون هم خالی نبوده صحنه رو ترک کردن و گوشه امن و عزلت گزیدن. اما علت اصلی و مهم دیگه در این مقاومت ایستادگی بر عهد و پیمان ها و دادن قیمت آزادی از روز اوله. به عنوان مثال میشه از 30,000 گل سرخ گفت که بر سر مرزبندی و کلمه مقدس مجاهد خلق ایستادن و سربدار شدن. اونا چی میخواستن؟ آزادی و عدالت اجتماعی، حاکمیت مردمی و نه دیکتاتوری ولایت فقیه. البته همونطور که گفتید، تعادل قوای نظامی و مالی و مادی خیلی وقتا علیه ما بوده، ولی تعادل قوای واقعی در واقع با بودن خواهر مریم و انقلابش و مجاهدین جان برکفی که قیمت ایستادگی بر خط و خطوط رو میدن به نفع ما بوده و هست. به همین علت ما همواره شاهد پیروزی های این مقاومت و پیشرویش بودیم تا روزی که انشاءالله به زودی سرنگونی محتوم و پیروزی درخشان مردم و مقاومت رو شاهد خواهیم بود. خب شما در برنامه امروز صحبت های مختلفی کردید راجع به صحنه ها و حماسه هایی از اشرف که هر کدوم میدونم منابع انگیزش بودن برای همه هموطنانمون در سراسر جهان. حالا من میخوام از این طرف قضیه که اجازه بدین از شما بپرسم، نظر شما رو در مورد تظاهرات برلین و تظاهرات دیگری که اشرفکشان ها برگزار کردند و باز هم در شهرهای مختلف اروپایی خواهند داشت اجازه بدین بپرسم. والا اینم یکی دیگه از موضوع مقاومت منحصر به فرد ماست. بله، در کشورهای غربی در واقع در جایی که هر کسی میتونه بره دنبال زندگی و منافع مادی خودش و در رفاه و آسایش زندگیش رو داشته باشه، باز هم هوادارای این مقاومت و مجاهدینن که با پشت پا زدن به این منافع فردی در واقع سال هاست که همواره در کنار این مقاومت فعال و پرشور در تمام صحنه ها بوده و یکی از همون عواملی هن که شما گفتید در واقع باعث چرخوندن خیلی از تعادل قواها میشن. از 17 جوان تا خروج از لیستای تروریستی تا امروز که دیدیم سرود پیروزی خانان، هزاران نفر در خیابانهای برلین نوید سرنگونی این نظام ضد بشری و پیروزی مردم و مقاومت رو سر دادن. منم با دیدن صحنه ها و اخبار این تظاهرات غرق سرور و غرور شدم و احسنت و ماشاءالله گفتم به این اشرف نشانان که نام ایرانی و ایرانی و مقاومت مشروع اونها رو همواره در سراسر دنیا زنده نگه داشتن. خیلی ممنونم مهرداد سلطانی عزیز بابت شرکت شما در این گفتگو.